با ادامه خبر 8 باز هم خوش آمدید. اردوی پاکستان ایجاد پایگاه‌های هوایی ایالات متحده در خاک پاکستان را برای انجام حملات در افغانستان را رد می‌کند. بابر افتخار سخنگوی اردوی پاکستان در یک نشست خبری همچنان تاکید کرده که پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، ایالات متحده هیچ درخواستی را برای ایجاد پایگاه نظامی در خاک پاکستان مطرح نکرده. امارات اسلامی در حالی که خاک افغانستان را برای هیچ کشور تهدید نمی‌داند، تأکید دارد که کشورهای دیگر به ویژه همسایه‌های افغانستان باید عمل بالمثل در برابر افغانستان داشته باشد. صحبت‌هایی داریم با مهمانان بس آقای شهسوار سنگروال، آگاه روابط بین الملل که از لندن روی خط با ماست، و آقای سید جواد سجادی، استاد پانتون از ایران تا لحظات دیگر با ما وصل خواهد شدن. سنگروال صاحب، اجازه بدید بس را با شما آغاز بکنیم. با برکنار شدن خان پاکستان و با آمدن آقای شهباز شریف، سیاست پاکستان در قبال افغانستان تغییر کرده یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان او د کشمیر په تړاو باندې همیشه د بهرنۍ پالیسی، یعنی د پاکستان بهرنۍ پالیسی، د ایسای په لاس کې دی. نو ایسای تصمیم نیسي او د لومړي وزیران یا صدر زمان کم ټاکونکی رول نه لري. هماغه پوز دی او ایسای دی چې د دغو دواړو هیوادونو، یعنی د افغانستان او د کشمیر سیمه، چې د ایران، د پاکستان او د هند ترمنځ یوه کړکېچنه سیمه ده، نو دغه تصمیم همیشه ایسای نیولی دی. نو ځکه په دغه باب باندې دوی نسي کولی چې د افغانستان په باب باندې خپله پالیسي په څرګندو ټکو باندې بیان کړي. درست. ولی اینکه هنوز هم دیده میشه که با روی کار آمدن یک شخص دیگر در قدرت پاکستان، هیچ سخن از آدرس افغانستان، با آدرس افغانستان با معذرت گفتن نشده از طرف شهباز شریف اشاره است. حالا با توجه به این که هنوز هم اینا چیزی نگفتن در مورد افغانستان، سکوت اختیار کردن، ایره به فال نیک باید گرفت یا نه؟ که تاسو پیادوی تقریبا موده خورانده څو وخت چې د افغانستان د سیاسي مسلې په تړاو باندې یو بدلون منځته راځي، شهباز شریف یوه خبره کوي او وایي چې دا نسي کېدلی چې په کابل کې د سوله وي او په کشمیر کې د غمونه وي او هلته د ویر وي او هلته د سیاسي او پوځي کړکېچونه وي. یعنې دن ته هغه وخت د افغانستان په باب څرګندو. او بل تاسو ته معلوم ده چې دا خو د نوازشریف مسلم لیگ ګوند پالیسی د افغانستان په تړاو باندې این د نوازشریف نه څرګندېږي. نوازشریف په یو وخت کې په ډېرو ښکاره الفاظو وویلې چې زه هغه څوک یم چې ما د افغانستان اردو ماته کړه. نو کله هم دی دا دواړه ورونه یا په ټولو کې هغه سیاست مداران چې په افغانستان په پاکستان کې واک ته رسیدلي، د بېنظیر بوټو نه راواخله یا د دې نه مخکې د ذوالفقار علي بوټو نه راواخله، تر ضیاءالحق او ضیاءالحق نه راواخله، تر نواز شریف او تر اوسه پورې دوی د افغانستان دپاره تل ښه نیت نه لري. نو په دغه اساس باندې د افغانستان په تړاو باندې همیشه ایسای لکه ومې چې ویلې پرېکړه کوي. نو ځکه د دوی نیت د افغانستان دپاره ډېر خوشحالوونکی نه دی. تشکر سنگروال صاحب، به شما برمیگردیم. سجاد صاحب، شما به خبر 8 خوش آمدید. چگونه ارزیابی میکنید سیاست های اسلام آباد را در قبال کابل؟ من سلام عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان محترم و مهمان حاضر در بحث. درود بر شما. تحولات پاکستان یک تحولات روبنایی هست و تحولات سطحی هست. معمولا گردش قدرت و جابجایی سیاستمداران در سطح مردم و در سطح احزاب سیاسی یک امر نرمال است و ما اگر تاریخ پاکستان را از سال 1947 تا حالا مطالعه بکنیم، میبینیم که همواره این تحولات وجود داشته. ولی آنچه که مهم است، ما در ساختار سیاست و در رابطه با ساختار قدرت در پاکستان با یک لایه زیرین روبرو هستیم که اون لایه زیرین ارتش هست. معمولا سیاست های راهبردی و سیاست های کلان پاکستان در رابطه با منطقه، در رابطه با جهان، در این لایه درونی
تعیین، طراحی و تعقیب میشه. بنابراین جابجایی افراد، جابجایی نخست وزیرها و گردش قدرت از این حزب به اون حزب تقریبا میتوان گفت خیلی یک تحول شگرف در سیاست های پاکستان ایجاد نمی کند. پرونده سیاست افغانستان، پرونده افغانستان هم در دست ارتش هست. ما می بینیم که از سال 1977 که ضیاءالحق روی کار آمده، بارها و بارها قدرت از احزاب دست به دست شده، از حزب لیگ رفته به حزب مردم و از حزب مردم رفته به حزب لیگ و در نهایت آمده باز به دست ارتش. و در این اواخر میبینیم که تحریک انصاف، ولی میبینیم که سیاست های راهبردی پاکستان در قبال افغانستان هیچ تحول نکرده و ما در همین مدت شاهد هستیم که در واقع سه مرتبه قدرت به صورت بنیادین در افغانستان زیر رو شده و حال که تحولاتی چشمگیری در پاکستان ایجاد نشده. بنابراین این تحولات روبنایی هست، سطحی هست، خیلی تغییرات شگرفی در سیاست های پاکستان ایجاد نمی کند. هرچند که پاکستان با قدرت های فرامنطقه‌ای روبرو هست که در پاکستان نفوذ دارد و پاکستان باید این ظرافت ها و این توازن را رعایت بکند. در رابطه با بله، ولی اگر نگاه استخباراتی داشته باشیم بر مسئله پاکستان، آقای سجادی، زمانی که بحث عمران خان بالا گرفت و بحث برکناریش مطرح شد، اشاراتی داشت به طرف آمریکا، گفت آمریکا به دنبال عزیز که مرا برکنار بکنه، چون تغییرات در سیاست خارجیش دیده میشد، تمایلش به طرف چین و روسیه، و نگرانی ها بر این بود که اگر خان پاکستان برکنار شود، دوباره اسلام آباد رابطش که با آمریکا خراب شده بود دوباره ایره ترمیم میکنه. و حتی ایره آقای شهباز شریف نخست وزیر فعلی پاکستان هم ایره مطرح کرد که اولویتش ترمیم رابط با آمریکاست. فکر نمیکنید که مسئله ساختن پایگاه ها بخاک پاکستان و از آنجا فعالیت های استخباراتی آمریکا، این موارد چقدر میتونه از دید شما واقع بینانه باشه؟ چون این مسئله استخباراتی است و خیلی هم پیچیده شده در این شب روز در منطقه و نگرانی ها هم از این بابت بیشتر. خب ببینین، عرض من این است که احزابی که قدرت را در پاکستان در دست میگیرد، چه حزب مردم، چه حزب مسلم لیگ و چه حزب تحریک انصاف، قطعاً سیاست های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خاص خود را دارد. ولی آنچه که مهم است سیاست های راهبردی در دست ارتش است. در مسئله سیاست آقای عمران خان هم باید عرض بکنیم که ایشان بارها و بارها به همگرایی و نزدیکی با چین و روسیه تاکید کردند و مخالفت خود را با آمریکا بیان کردند و ما می‌بینیم که حتی در آستانه جنگ روسیه و اوکراین آقای خان به روسیه رفت و سفر خودش را کنسل نکرد. بنابراین حرکت‌هایی ایجاد شد که باید پاکستان در جدیه غرب قرار بگیره و حتی آقای عمران خان یک بار صدا زد و سخنرانی کرد که مگر ما برده شما هستیم؟ یعنی آقای عمران خان می‌خواست یک سیاست مستقلانه را از قدرت‌های زینفوذ در پاکستان در پیش بگیره و افزون بر اون در داخل با سیاستمدارانی که آغشته به فساد بود میخواست با اونها مبارزه بکنه و ما دیدیم که در این عرصه ایشان توفیقی نداشت. بنابراین الان که آقای نواز شریف آمده، قهرن از برکناری آقای عمران خان درس خواهد گرفت و سعی خواهد کرد که یک توازن روابط را بین شرق و غرب رعایت بکنه و افزون بر اون تا این اکتبر سال 2023 ایشان دشواره‌های خاص را در داخل خواهد داشت. بنابراین آنچه را که میخواهم یادآوری بکنم این هست که سیاست‌های راهبردی پاکستان معمولاً در دست ارتش است و احیانا اگر احزاب که قدرت را در دست دارد و بخواهد از اون سیاست‌های راهبردی پای خودشان را در واقع کج بکنه و احیانا یک انحراف را ارتش
مشاهده بکنه ارتش فورا وارد عرصه عمل میشه و سعی میکنه که سیاست را در همون راهبردهای کلان هدایت بکنه. تشکر سجادی صاحب. سنگروال صاحب، حالا با توجه به اینکه امریکا از افغانستان رفت، دستش کوتاه شد و تلاش داشت که جبران بکنه یا از یک طریق دیگر به این مسئله حاکم باشه، حالا که آمریکا متهم است به برکناری عمران خان و دخالت بر مسائل پاکستان، حالا آمریکا با وجودی که آقای شهباز شریف آمده در قدرت، در خاک پاکستان پایگاه خواهد ساخت یا نه؟ بله، یه وقت به نظیر بطو آقا تهیلی و عمران خان تهیلی و چه داد سیاست دگر ده او داد ده کرکت دگر نده. رشته هم آقا بلانس چه باید عمران خان پا دی سیما که ساتله و خصوصا ده امریکی ده پارا دا دیره مهمه مسئله و خلابه ده مرغه چه ده داونه سو ساتله و ده بدیم نپیده چه پاکستان سرنگه جور سو و پاکستان سمره د امریکا تر واک او ځواک لاندې دی. فرضاً دا د مرکزی آسیا یا د جنوبی آسیا د امریکا د بهرنیو چارو استازی دونالډ لو په څرګندو ټکو باندې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته وویلې چې تاسې عمران خان ته ووایئ چې روسیې ته سفر ونه کوي. ولې بیا هم د دا سفر وکړو؟ دته د خپل هیواد تاریخ معلوم نه و. په هغه وخت کې تاسو پوهیږئ په دوهمه نړیواله جګړه کې ستالین او هیټلر او چرچل او روزولټ هغه څلور سترې څېرې وې چې خصوصا په دې ترڅ کې د شوروي نامتو دیکتاتور ستالین به دا خبره کوله چې دوهمه نړیواله جګړه ما وګټله. ولې کله چې د پاکستان صدراعظم لیاقت علی خان ته بلنه ورکړه چې تر روسیې ته راسه یا شوروي ته لاړسه راسته، چې هغه وخت کې تاسې پوهیږئ شوروي یو ستر هیواد و، او په همغه ټاکلي وخت باید چې لیاقت علی خان شوروي ته ځي، نو د امریکې سی آی ای ورته وویلې چې ته د دې په ځای چې لاړ سي شوروي ته، نو ښه به وي چې امریکې ته راسي. په همغه ټاکلي وخت دی امریکې ته ځي او د شوروي سفر لغوه کوي. نو دغه ډول تاریخ د ته معلوم نه و چې د امریکې او د پاکستان اړیکې د 1940 کال نه راپه دې خوا څه ډول دي. نو ځکه دی د دې پیښو قرباني شو. څنګه چې تا د پښتنې مسله د رښتیا تا ته معلومه دی چې په دې سیمه کې اوس امریکا ځای نه لري، یعنی د ایران سره اختلاف لري، د روسیې سره اختلاف لري، د چین سره اختلاف لري. هغه وخت کې یوازینی هیواد افغانستان و چې د دلته ځواکونه موجود و. دی ډاډه و چې د دې سیمې سیاست او د دې سیمې پوځي حالات به څاري. ولې اوس چې د افغانستان نه وتلی او افغانستان یا طالبان هم تروسه یو سیاسي مرکزي سیاست لا تروسه نه دی پرمخ وړلی، نو دی مجبور دی چې له پخواني پاکستان نه بیا هم استفاده وکړي. ولې اوس د پاکستان پورې اړه لري چې دی څومره دغه بیلانس د شوروي وبخی د روسیې د چین او د امریکې ترمنځ ساتلی شي. خو زه چې څومره پوهیږم تروس هم پاکستان په دې باندې پوهیږي چې موږ د امریکې الټرناتیف نه ده پیدا کړی. تر هغې چې دوی د امریکې الټرناتیف یا روسیا او جمع چین په ګډه باندې د دې وس پیدا کړي، ممکن تر هغه وخته پورې دوی د امریکې له نفوذ نه، د امریکې له ځواک و واک نه شاید ونه وځي. او د تاسو د پښتنې بله برخه چې وویلې چې آیا دلته به دوی پوځي اډې ولري که ونه لري، زه فکر کوم که چېرته د پوځي اډو ضرورت وي د تاریخ په اوږدو کې، یا خصوصا په دغه شلو کلو کې، او که ووایم تقریبا په دې څلورو لسیزو کې هر وخت چې امریکې د پاکستان نه څه غوښتي دي همغسې کړي. نو که چېرته د پوځي اډو مسله وي، بیا هم زه فکر کوم چې دا به که څه هم پاکستان په ښکاره نه مني، ولې خو د امریکا د څرګندونو نه یا د هغو د ویلو نه شاید دوی سر ونه غړئ. نو په دغه اساس باندې زه ویلی سم چې نه، امریکا او د پاکستان ترمنځ اړیکې لا تر اوسه هم
که څه هم دلته یو دوه ستر بدلونونه باید له یاده ونه باسو. یو دا چې شوروي مات شوی، اوس شوروي هغه شوروي نه دی چې د افغانستان په پولو کې سرحد درلوده، اوس روسیا یو بل هیواد دی. او دومه خبره د هند مسله ده، او تاسو معلومه ده چې په دې نږدو کې د هند بهرنیو چارو وزیر لاړ امریکې ته. امریکا دا هم نه غواړي چې د هند خپه کی، ځکه د هند او د چین ترمنځ تاسو معلومه ده سیاسي او پوځي اختلافات شتون لري. دغسې یو حالت دغه دپاره موجود دی، ولې پاکستان هم یوه ستونزه لري. هغه دا لري چې چین په پاکستان کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده، نو که چېرته دغه بیلانس، سیاسي بیلانس، پوځي بیلانس ونه ساتي پاکستان، زه فکر کوم چې پاکستان ته به هم ستونزمنه وي او امریکې ته هم ستونزمنه دی چې خپل یو نوی متحد چې هغه هند دی له لاسه ورکړي. بسیار تشکر آقای سنگروال. آقای سجادی، حالا با توجه به این که سیاست پاکستان وابسته به امریکاست، امریکا چی خواد کرد؟ اگر بحث عمران خان را ما مطرح بکنیم، منحل شدن اردوی 200 هزار نفری جمهوری اسلامی افغانستان، حتی فروپاشی نظام قبلی و از بین رفتن تمامی دستاوردهای دو دهه اخیر را کار عمران خان میدانه، خیلی از سیاسیون ما در داخل. ولی اگر بیایم روی شهباز شریف تمرکز بکنیم که حالا سیاستش هم به قول آقای سنگروال وابسته به امریکا است، چه چیز نصیب افغانستان خواهد شد؟ ببینید، اگر در مورد فروپاشی نظام قبلی و اردوی قبلی صحبت بکنیم، عوامل متعددی داره. درست است که در این اواخر عمران خان در نقش نخست وزیر افغانستان هم گاهی عمل میکرد، ولی سهم ارتش در فروپاشی نظام ما و در فروپاشی ارتش ما عمده بود. خب این یک بحث جداگانه است، عوامل متعدد خاص خودش را دارد. روی هم رفته، ما در یک و نیم سال آینده، یعنی تا اکتبر سال 2023، در پاکستان در واقع شاهد تحولات زیادی خواهیم بود. یعنی بیشتر سیاستمداران پاکستان و بیشتر ارتش در داخل در واقع درگیر سیاست های خود پاکستان خواهد بود، چی در بعد داخل و چی در بعد خارجی. یعنی ما شهباز شریف را داریم که در انتخابات را در پیش رو دارد، از یک طرف حزب مردم را در پیش دارد و از یک طرف در واقع تحریک انصاف را در پیش دارد، از یک طرف در واقع رابطه را با ارتش در پیش دارد که باید توازن را رعایت بکنه، از طرف دیگر ما به صورت کلی یک نوع دو قطبی شدن را در جامعه پاکستان میبینیم که یک ایده خواهان برقراری رابطه نزدیک با ایالات متحده است و برخی از مردم که بیشتر برمیگرده به حزب انصاف، ایالات متحده را یک قدرت استعمارگر و مداخلگر میبیند و کوشش میکنند که در برابر این بیست. بنابراین آقای شهباز شریف در واقع کوشش میکند که به نحوی از آنها سیاست را بگونه مدیریت بکنند که منجر شود به پیروزی حزب مسلم لیگ و در برای مرزهای پاکستان و در برای در واقع سیاست داخلی و سیاست چین را داریم که چین بر اساس اون کمربند یک در واقع یک کمربند یک جاده سهم عمده را به پاکستان داده و پاکستان نمیتوانند از این سهم چشم پوشی بکنه. و از طرف دیگه ما ایالات متحده رو داریم که در طول تاریخ تاسیس پاکستان و در طول تاسیس ارتش پاکستان کمک های بیشایبه ای را به پاکستان ارائه کرده و در ارتش نمیتوانند، یعنی سیاستمداران پاکستان نمیتوانند از این در واقع بزد و بخشش های دل در واقع دست دلباز هم چشم پوشی بکنند. بنابراین آنچه را که در یک و نیم سال آینده ما در پیش رو خواهیم داشت، به نظر می رسد که بیشتر سیاستمداران پاکستان درگیر سیاست های خاص خود خواهد بود و ممکن است خیلی درگیر مسائل افغانستان نشود. البته در این میان تنها مسئله تحرکات نیروهای افراطیگر و قیقارجو هست که کوشش خواهد کرد که از طالبان بخواهند که علیه اینها مقابله بکنند و یک سیاست سازنده‌ای را در پیش بگیرند. افزون بر اون، الان نظامی هم که در
داخل روی کار آمده و قدرت را در دست داره خیلی نیازمند در به پاکستان نیست. در گذشته نیازمندی طالبان به پاکستان بسیار زیاد بود، به هر حال پشتیبانی بود، لوجستیک بود، امنیت بود، اطلاعات بود، تسلیحات بود، پول بود و الان چنین چیزی وجود نداره. الان طالبان قدرت را در کابل در اختیار دارد. تنها نیازمندی طالبان فعلا یک دیپلماسی و یک لابیگری به نفع طالبان هست و یکی پول هست که در قسمت پول پاکستان این توانایی رو نداره که به طالبان حمایت کنه. تنها نقش لابیگری هست که در این زمینه ممکن است خطر جای پاکستان را پر بکنه. بنابراین قدرت کابل یا مقامات کابل خیلی نیازمند کمک های اسلام آباد نخواهد بود و از طرف دیگر سیاستمداران اسلام آباد بیشتر درگیر سیاست های داخلی خاص خود خواهد بود. بله، ولی ظاهرا دیده میشه که مسلط هم از پاکستان که اخیرا شاهد دو دسته شدن بود، آنچه که شما هم گفتین فعلا پاکستان میره به طرف دو قطبی شدن، ولی اخیرا دیدم میشه که مسلط است و حرف اول را مرتش میزنه. حالا با توجه به سیاست هایی که داشت در قبال افغانستان و داره، سیاست هایی که امریکا هم حمایت میکنه و موارد که شما هم اشاره کردید بسیار برجسته بود، حالا با توجه به این موارد اگر یک اشاره هم به حمله هلمند بندازیم، هرچند صحتش هنوز تایید نشده، میتونیم بگوییم که امریکا با استفاده از پاکستان میخواهد در خاک پاکستان پایگاه بسازه و از خاک پاکستان استفاده بکنه تا حملاتی هم داشته باشه بر افغانستان؟ چون بارها گفته که ما توانایی از این داریم که در بیرون از افغانستان نگاهی داشته باشیم به افغانستان و نظارت بکنیم و کنترل بکنیم. ببینید، بر اساس قرارداد دوحه ایالات متحده بر این بود که پاکستان در جرگه ایالات متحده باشه و یک حکومت پس از صلح به وجود بیاید و سیاست مبتنی بر حقوق بشر، مبتنی بر صلح و آشتی رو در پیش بگیره، حقوق بشر رو رعایت بکنه، حقوق اقلیت‌ها رو رعایت بکنه و دستاوردهای 20 ساله را در نظر بگیره. اما با توجه به روی کار آمدن طالبان و اینکه اساساً به بخش از اون موافقت نامه عمل نشده، ایالات متحده کوشش میکنه که احیانا طالبان رو باز هم برگردانه به ریل اصلی و به همون بستر اصلی که یک حکومت مشارکتی را تشکیل بده و طالبان بخواهد که تا حدود دستاوردهای 20 ساله را به رسمیت بشناسه و حقوق بشر را رعایت بکنه. اما اگر نشه و قهرن ایالات متحده با پاکستان هم خواهند گفت که به هر حال گروه طالبان عمل کردش، کار کردش سازنده نیست، هم میتواند برای ایالات متحده خطر ساز باشد و هم میتواند برای پاکستان خطر ساز باشد. از این جهت ممکن است یک هماهنگی های باز بین ایالات متحده و پاکستان ایجاد بکنه که باز میتواند دردسری باشد برای مقامات کابل. پس بنابراین بهترین راه این است که طالبان فرصت را از دست ندهد، یک سیاست آشتی ملی را در پیش بگیرد و ما شاهد تشکیل یک حکومت فراگیر با قاعده های وسیع و برآمده از اراده مردم باشیم و بتوانیم بر مشکلات و چالش های داخلی و خارجی خود در واقع غلبه بکنیم. این فرصت را طالبان نباید از دست بده. تشکر سجاد صاحب، با شما برخواهیم گشت و بسرم جنبندی خواهیم کرد، ولی ما میخواهیم سوالات دیگر هم از آقای سنگروال داشته باشم. سنگروال صاحب، با توجه به این که افغانستان بارها تهدید گفته شده بر کشورهای همسایه منطقه و جهان، حالا امارات سومی میگه که افغانستان، خاک افغانستان بر هیچ کشور تهدید نیست و توقع میره که خاک کشورهای همسایه هم تهدید بر افغانستان نباشه. ما میخوایم بدانیم که آیا خاک کشورهای همسایه بر افغانستان برای فعلا تهدید است یا نه؟ بله، که تاسو هغه مخکنی ډیر ښکلی ښایسته پوښتنه مو کوله که فرضاً پاکستان په راتلونکي کې بیا امریکې ته د دې وس ورکوي چې په افغانستان باندې بیا هماغسې د تیر په څیر غوندې یو پوځي برید وکړي، نو زه فکر کوم د تاسو د خبرې او پوښتنې په جواب کې خو نو رښتیا هم دا څرګنده لاسوهنه ده چې باید ونه کوي. او همدغسې ایران هم تقریبا په دې وروستیو کې د ایران او د افغانستان تر منځ هم یو کړکېچ ته لاره ورسوي چې تاسې د دې پېښو شاهدان هستئ.
خو زه دا یو خبره باید په زغرده وکړم چې که چېرته پاکستان بیا امریکې ته د دې وس وکړي چې په افغانستان باندې برید وکړي، څرګند چې طالبان په پاکستاني طالبانو باندې ممکن هلته پاکستان ته هم یو څه ستونزې پیدا کړي. دویمه خبره درته دا کوم چې په 2001 کال چې امریکې کوم برید په افغانستان وکړ، د هغه وخت شرایط د اوس د شرایطو سره یو څه فرق لري. هغه په دې معنی چې هغه وخت چین او روسیې هم ملګرو ملتو کې د امریکې برید ته سر خوځولی و، ولې اوس شاید روسیا او چین شاید په هغه ډول باندې امریکې ته او د امریکې بریدونو ته شاید اجازه ورنه کړي. نو که چېرته دغسې وسي نو په سیمه کې زه فکر کوم چې ډېر رامنځته ناورین په وړاندې نو بیا ایران افغان هم نلری چې ودرېږي. نو زه ځکه وایم چې دا به ګرانه وي غوته، او د نتیجې په توګه باید زه تاسو ته ووایم چې پاکستان چې کوم رول په سیمه کې لري هغه فوجي دی، لکه تاسو ته چې معلومه ده چې عمران خان ته چې ډونالډ لو د پاکستان سفیر ته وویل چې دی باید سفر ونه کوي، او بیا د اروپایي ټولنې ورته وویل چې د روسیې برید باید په اوکراین باندې وغندل شي او ده دا کار ونه کو. نو همغه و چې خلیلزاد راغی او د باجوه سره یې ولیدل، او باجوه په همغه ورځ باندې د روسیې برید په اوکراین باندې وغنده. یعنی همیشه دپاره د پاکستان اردو ممنون هستم آقای جواد سجادی، استاد پوهنتون از ایران، آقای شهسوار سنگروال، آقای رابط برمیل از لندن. سپاسگزار. ممنون. و ممنون که بیننده خبر هشت بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.